گروهی از زندانیان سیاسی بند 350 زندان اوین در بیانیه ای اون که رفتارهای غیرقانونی نسبت به وکیلان دراویش گنابادی زندانی در این بند میخونن محکوم کردن. به گزارش وبسایت کلمه در این بیانیه همچنین درباره وضعیت جسمی حمید مرادی و مصطفی دانشجو دو وکیل زندانی دراویش ابراز نگرانی شده. آخرین خبرها در این باره را در گفتگو با مصطفی آزمایش نماینده دراویش نعمت اللهی گنابادی در اروپا شدیم بر اساس اطلاعات و اخبار رسیده از ایران متاسفانه فشارهای سیستماتیک بر روی دراویش بعد از به روی کار اومدن دولت آقای حسن روحانی به هیچ وجه کاهش نیافته بلکه جفا و بیمهری نسبت به وکلای دراویش و خود دراویش افزایش چشمگیری پیدا کرده از جمله آقای مصطفی دانشجو و آقای حمید رضا مرادی سروستانی دو تن از دراویش که وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر و خبرنگار و روزنامه نگار و از کادر گردانندگان مجذوبان نور هستند و آقای مرادی به ده سال و نیم زندان و آقای مصطفی دانشجو به هفت سال و نیم زندان به طور ناعادلانه محکوم شدن در شرایط بسیار بد زندان اوین به بیماری های مختلف تنفسی و ریوی دچار شدند و در کمال تأسف ما شاهدیم که مقامات قضایی و دادگستری حاضر نیستند که اینها رو در بیمارستان بستری کنند و زیر مداوا و معالجه قرار بدن و غالبا با اینها برخورد های سر میشه و به همین دلیل وضعیت سلامتی اینها بیش از پیش داره روبه به وخامت میره و خانوادهشون و همه دوستدارانشون رو جدا نگران کرده در این حد حت که حتی سی و نفر از زندانیان سیاسی در داخل زندان اوین یک عرض حالی نوشتند و نسبت به این وضعیت اعتراض کردند و امضای خودشون رو پاش گذاشتن که غالبا اشخاصی هستند که از وکلای سرشناس دادگستری هستند که خودشون به سلولهای بند 350 مخوف اوین انداخته شدند اما با تمام این اوصاف از حقوق این دو درویش به دفاع برخواستند و نامه بسیار محکمی رو نوشتند مصطفی آزمایش نماینده دراویش نمتولاهی گنابادی در اروپا